به نام خدا وند جان و خرد که از این برترن دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جان خداوند روزی ده و رهنما. به نام جهان داور دادگر، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آزین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. گفتار دهقان یکی داستان، به پیوندم از گفته باستان. درود بر شما خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم، هر کجا که هستید خوش و خرم باشید. در خدمت شما هستم با برنامه دیگر از شرح و تفسیر داستان های شاهنامه. در فصل ماجراهای رستم و سهراب هستیم. داستان به آنجا رسید که سهراب به قصد تصرف ایران لشکر بزرگی فراهم کرد، رسید به مرز ایران. سهراب جوان با این خیال خام عزم جنگ با ایرانیان رو کرد تا شاه ایران رو بکشه، بعد شاه توران رو، بعد پدرش جهان پهلوان رستم رو شاه جهان بکنه و خودش اون وقت بشه جهان پهلوان سرزمین ها و مادرش تهمینه هم بشود ملکه یا بانوی اول جهان. در مرز ایران دختر گژدهم گردآفرید با سهراب نبرد سختی کرد. چون سهراب فهمید که او دختره، گردآفرید به غمزه و نظر و شیرین سخنی و طره گیسو سهراب رو فریفت و فرار کرد به دژ سپید. سهراب سرانجام روانه ایران شد، غافل از این که چه دسیسه هایی در کمین اوست. ببینیم گفتار اندر نام نوشتن گژدهم به نزدیک کاووس. گژدهم پدر گردآفرید نامه‌ای برای شاه نوشت که چه نشسته ای سپاهی گران به مرز ما رسیده، جوانی سالار آنهاست که عمرش بیش از 2-7 نباشد، یعنی 14 سال، اما چه یلی، به بالا چون سرو و به رخ چون خورشید و بر چون پیل و با فر و برز. وصف نبرد سهراب با هجیر پهلوان ایرانی رو در این نامه از زبان گژدهم میخونم که بسیار زیباست. میگوید که هجیر دلاور میان را ببست، یکی باره تیز تک بر نشست. بشد پیش سهراب جنگ آزمای، بر اسپش ندیدیم چندان به پای، که بر هم زند مژه را جنگجوی، گراید زبینی سوی مغز بوی، که سهرابش از پشت زین برگرفت، برش ماندزان بازو اندر شگفت. یعنی هجیر رفت به جنگ سهراب، اما کار به جنگ نکشید تا هجیر بیاد به فهمه و به فاصله ای که مژه برهم بزنه و بوی از بینی به مغزش برسه، سهراب او رو تناپیچ کرد و تمام. کنون با حمله این جوان از ایران همه فرهی رفته گیر، جهان از سر تیغش آشفته گیر. اناندار چون او ندیده است کس، تو گفتی که سام سوار است و بس. نداریم طاقت در این جنگ اوگ، بدین گرز و چنگال و آهنگ اوگ. سر بخت گردان همه خفته گیر، بزرگیش بر آسمان رفته گیر. جالبه که گژدهم هم سهراب رو شبیه به
پدر بزرگ رستم یعنی سام سوار میبینه، میگوید که ما از قلعه خواهیم گریخت، کتاب جنگ با سهراب را نداریم، نامه مهر و امضا نامه بر روانه شد. در زیر دژ یک راه مخفی بود و دشمن از اون بیخبر. بزرگان و دلاوران و سپهبدان به همراه گژده و گردآفرید شبانه از راه مخفی قلعه فرار کردند. صبح سهراب سوار بر سمند، لشکریان و بزرگان سرداران همه را فرا خواند و حمله کردند به دژ سپید. دژ تصرف شد. سهراب هر چه گشت گردآفرید را ندید، خروشی چو شیر ژیان برکشید. دلش مهر و پیوند گردآفرید میخواست، به دل گفت از آن پس دریغا دریغ، که شد ماه تابنده در زیر میغ. سهراب کمان را به زه بر به بازو فکند، سمندش بر آمد به ابر بلند. به خیش کشودی در نخست، باید که راز فاجعه در سنگ سرخ جست. سهراب آنچه زیور بازو و دست توست، آن مهره آن مهر جهان پهلوانی است. مردی بدان برآمده را ناچار حتی در مرز و بوم خیش نقشی جهانی است. زهر است زهر باده لعلش، جز عاشقان پیاله نگیرند از این شراب. بیگاه می کشد تا هر پگاه برکشد همچو آب. تو می روی که زخم تهیگاه خیش را بر چشم خستگان پریشان شب زده، بر آن کسان که بی خبر از چند و چون پار، بازوی خیش را بر طوق پهلوانی پیکار می دهند بگشایی. از که به ناری پراکندگی میوه یان تلخ دانه هاییست که خود بر این زمین افشانده ایم و اکنون بار برشده است. هر که را آرمانی در سر و آرزوی در دل بوده است، در سیاه چار جدایی با خیش میتابد. و اما کلید گم شده این سیاه چار بزرگ. از آن طرف نامه رسید به کیکاووس. کیکاووس بزرگان لشکر را فرا خواند. طوس، گودرز، گیو، گرگین، فرهاد، بهرام. سپهدار نامه بر ایشان بخواند، بپرسید هر گونه خیره بماند. چنین گفت با پهلوانان به راز، که این کار گردد به ما بر دراز. چه سازیم و درمان این کار چیست؟ از ایران هماورد این مرد کیست؟ قرار بران شد که گیو الف سالار برود به سمت زابلستان و رستم رو خبر کنه. کیکاووس دستور داد نامه‌ای چنین نوشتند: درود آفرین بر جهان پهلوان بیدار دل، چنین باد کاندر جهان جز تو کس، نباشد به هر کار فریاد رس. نامه گژدهم را خواندیم، گیو همان نامه را برایت خواهد آورد. چو نامه بخوانی به روز و به شب، مکن داستان را گشاده دلب. مگر با سواران بسیار هوش، ز زاول بتازی براری خروش.
برانسان که گژدهم از او یاد کرد، جز از تو نباشد ورا هم نبرد. به گیو آن زمان گفت برسان دود، انان تگاور بباید بسود. نباید چون نزدیک رستم شوی، به زاول بمانی وگر بغنوی. یک لحظه در زاول نمیمانی و یا نمیخوابی. اگر شب رسی روز را باز گرد، بگویش که تنگ اندر آمد نبرد، زمان نداریم. گیو از او نامه بستد به کردار آب، برفت و نجست ایچ آرام و خواب. گیو بی لحظه خواب و استراحت بتاخت، رفت و خودش رو رسوند به زابلستان. رستم و یاران آمدند برای استقبال. گیو برای احترام از اسب پیاده شد. زره سوی ایوان رستم شدند، ببودند و یک باره دم برزدند. بگفت آنچ بشنید و نامه بداد، ز سهراب چندی سخن کرد یاد. تهمتن چو بشنید و نامه بخاند، بخندید و از آن کار خیره بماند. که ماننده سام گرد از مهان، سواری پدید آمدن در جهان. از آزادگان، در شاهنامه آزادگان منظور ایرانیان هستند، از آزادگان این نباشد شگفت. ز توران چنین یاد نتوان گرفت. اگر ایرانی بود حیرت نمی کردم، ولی از تورانیان چنین پهلوانی عجیب است، آن هم شبیه سام سوار. باری من از دخت شاه سمنگان یکی پسر دارم و باشد و کودکی. هنوز آن گرامی نداند که چنگ، توان باز کردن به هنگام جنگ. فرستادم زر و گوهر بسی، سوی مادر او به دست کسی. چنین پاسخ آمد که آن ارجمند، بسی بر نیاید که گردد بلند. همین می خورد با لب شیر بوگ، چندی پیش من برای مادرش هدایایی فرستادم. شنیدم که کودکی است و هنوز لبش بوی شیر می‌دهد. نمی‌تواند او باشد، جای نگرانی نیست، بنشین با هم لبی تر کنیم، بعد به نزدیک کابوس شاه می‌رویم. به می دست بردند و مستان شدند، زیاد سپهبد به دستان شدند. توصیه پادشاه، دستور پادشاه یادشان رفت. دیگر روز شبگیر هم بر خمار، باز به مستی گذشت و رامش و می خوردن. بیامد تهمتن برا راست کار، ز مستی همان روز باز ایستاد. دوم روز رفتن نیامدش یاد، سه دیگر سحرگه بیاورد می. نیامد ز می یاد فرمان کی. روز سوم هم به خوردن و نوشیدن، باز فرمان پادشاه یادشان رفت. به روز چهارم برا راست گیو، چنین گفت با گرد سالار نیو. که کاووس تند است و هوشیار نیست، همین داستان بر دلش خار نیست. غمی بود از این کار و دل پرشتاب، شده دور از او خورد و آرام و خواب. به زاولستان گر درنگ آوریم، زمی باز پیکار و جنگ آوریم. بدو گفت رستم که من دیش از این، که با ما نشورد کسن در زمین. بفرمود تا رخش را زین کنند، دمن در دم نای زرین کنند. سواران زاول شنیدند نای، برفتند با ترگ و جوشن ز جا.
سهراب و رستم شنو، دگر ها شنیدستی این هم شنو. از این پیشتن باشتن اکنون چه سود، چون این رفت و این بودنی کار بود. از این پیشتن باشتن اکنون چه سود، چون این رفت و این بودنی کار بود. همی تاخ سهراب چو پیل مست، کمندی به بازو کمانی به دست. همیمان رستم از او در شگفت، زپی کارش اندازه ها برگرفت. یه گرفتن نهادن سر، گرفتن هر دو دوال کمر. همو بعد پشته دلیر جوان، زمانه بیومد نبودش توان. زدش بر زمین لر به کردار شیر، بدانست کوه هم نموند به زیر. سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر شیر بیدار دل برداری بپیچید. زان پس یکی آه کرد، زنی کف بعد اندیشه کوتاه کرد. به دو گفت کین بر من از من رسید، زمانه به دست تو دادم کلید. به بازی به کویندم سال من، به ابرندر آمد چنین یال من. نشان داد مادر مرا از بدر، ز مهرندر آمد روانم به سر. کنون گر تو در آب ماهی شوی، وگر چون شوند در سیاهی شوی. بخواهدم از تو پدر کین من، چو بیند که خاک از بالین من. از این پیشتن باشتن اکنون چه سود، چون این رفت و این بودنی کار بود. از این پیشتن باشتن گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان. که سهراب کشتست و افکند خار، تو رو خواست کردن همی خواستار. جو بشین رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمندرش دیره گشت. بپرسید زان پس که آمد به هوش، بدو گفت با ناله و با خروش. که اکنون چه داری ز رستم نشان، که کم باد نامش ز گردن کشان. بدو گفت اریدون که رستم توی، بکشتی مرا خیره از بد خویی. زرگونه ای بودم از ره نمای، نجنبید یک سر مهرت ز جای. چو برخواست و باز کوس از درم، بیامد پر از خون درخ مادرم. همی جانش از رفتن من بخست، یکی مهره بر بازوی من ببست. مرا گفت کین از پدر یادگار، به دروغ ببین تو که یاید به کار. کنون من بکشای از جوشنم، برهنه نگر کن تن روشنم. چو بکشاد خفتان و آن مهره دید، همه جامه بر خیشتم بردارید. همی گفت که پشت بر دست من، دلیل و ستوده به هر انجمن. همی دی خون و همی کند موی، سرش پرز خاک و پر از آب روی. بدو گفت سهراب کین بدتریست، به آب دو دیده نباید گریست. از این خیشتن کشتن اکنون چه سود، چنین رفت و این بودنی کار بود. از این خیشتن کشتن اکنون چه سود، چنین رفت و این بودنی کار. رستم و گیو گرازان به درگاه شاه آمدند، گشاد دل و نیک خواه آمدند. چو رفتند و بردند پیشش نماز، برآشفت و پاسخ نداد ایچ باز. میشه از اول بریم؟ رستم و گیو گرازان به درگاه شاه آمدند، گشاد دل و نیک خواه آمدند. چو رفتند و بردند پیشش نماز، برآشفت و پاسخ نداد ایچ باز. پادشاه خشمگین از این تأخیر و دیر آمدن، چشمها غرقابه خون. یکی بانگ برزد به گیو از نخست، پس آنگاه شرم از دو دیده بشست. که رستم که باشد که فرمان من، کند سست و پیچد ز پیمان من. بگیر و ببر زنده بردار کن، و زو نیز با من مگردان سخن. گفت رستم رو دار بزن. گیو
بسیار ناراحت شد و از این فرمان سرپیچی کرد. ز گفتار او گیو را دل بخست که بردی به رستم بدان گونه دست. براشفت با گیو و با پیلتن و زو ماند خیره همه انجمن. بفرمود پس طوس را شهریار که رو هر دو را زنده برکن بدار. به طوس گفت که هم رستم هم گیو هر دو را بردار کن. خود از جای برخاست کاووس کی، برافروخت برسان آتش زنی. بشد طوس و دست تهمتن گرفت، بدو مانده پرخاش جویان شگفت. که از پیش کاووس بیرون برد مگر کندران تندی افسون برد. در اینجا سخنان تندی رستم با پادشاه داره که اینن شعرها رو خواهم خونده. در بین برخی نقالان به ویژه از مرشد ولی الله ترابی بسیار شنیدم این اصطلاح رو، اصطلاحی که رایج بوده به نام خلق کیکاووسی، که اشاره به آدمهایی داره با خلقیات شبیه به کیکاووس. خلق کیکاووس یعنی خلق چند رویی و چند رنگی و در این حال قدر ناشناس و نادان و جوشی، یعنی خیلی زود جوش میارند و سریع تصمیم میگیرند. ببینیم رستم با دلشکستگی در برابر این خلق کیکاووس چگونه از خدمات و از خودگذشتگی های خودش یاد میکنه. تهمتن برا شفت با شهریار که چندین مدار آتشن در کنار. همه کارت از یک دگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. تو سهراب را زنده بردار کن، برا شوب و بدخواه را خار کن. چون این تاج بر تارک بیبها بسی بهتر اندر دم اژدها. سرت لیاقت این تاج را ندارد. همه روم و سکسار و مازندران چه مصر و چه چین و چه هاماوران همه بنده در پیش رخش منند. جگر خسته تیغ تخش منند. تو اندر جهان خود ز من زنده ای، به کینه چرا دل بیا کنده ای. ببینیم پشت دست معروفی که رستم به طوس ناسپاس و قدر ناشناس میزنه. بزد توند یک دست بر دست طوس، تو گفتی ز پیل ژیان رفت کوس. ز بالا نگون اندر آمد به سر، بر او کرد رستم به تندی گذر. زد بیرون از بارگاه، به در شد به خشم اندر آمد برخش. منم گفت شیر و جن تاج بخش. چو خشم آورم شاه کاووس کیست؟ چرا دست یازد به من طوس کیست؟ زمین بنده و رخش گاه من است. نگین گرز و مغفر کلاه من است. شب تیره از تیغ رخشان کنم، به آوردگه بر سرفشان کنم. سر نیزه و تیغ یار منند، دو بازو و دل شهریار منند. که آزاد زادم نه من بنده ام، یکی بنده آفریننده ام. ای پادشاه قدر ناشناس، دلیران به شاهی مرا خواستند. همان گاه افسر بیا راستند. سوی تخت شاهی نکردم نگاه، نگه داشتم رسم و آیین و راه. اگر من پذیرفتمی تاج و تخت، نبودی تو را این بزرگی و بخت. هر چه داری از من داری، همه هر چه گفتی سزای من است.
ز تو نیکویی ها به جای من است، گرت ناوری دیز البرز کوه، به زاری فتاده میان گروه. نیاوردمی من به ایران زمین، نبستی کمربند و شمشیر کین. به ایران گریدون که سهراب گرد، بیاید نماند بزرگ و نخورد. شما هر کسی چاره جان کنید، خرد را بدین کار درمان کنید. به ایران نبینید از این پس مرا، من رفتم دیگر مرا نمیبینید. به ایران نبینید از این پس مرا، شما را زمین پر کرکس مرا. غمی شد دل نامداران همه، که رستم شبان بود و ایشان رمه. به گودرز گفتند این کار توست، شکسته به دست تو گردد درست. به نزدیک این شاه دیوانه شو، و از این در سخن یاد کن نو به نو. گودرز آمد نزد شاه و از خدمات رستم یاد کرد، و شاه رو گرفت به باد سرزنش. ای شهریار این چه کار بود کردی؟ ما بدون رستم از بین می رویم. کسی را که جنگی چو رستم بود، براند خرد در سرش کم بود. چو بشنید گفتار گودرز شاه، بدانست کو دارد آیین و راه. پشیمان بشد زان کجا گفته بود، که کاووس از بیخردی و تندی و تیزی خلق خودش پشیمان شد و به گودرز گفت عجب خطایی کردم، برو به دنبال رستم و او را به نرمی بیاور. گودرز و سران سپاه رفتند به دنبال رستم، ستایشش کردند، باهاش صحبت کردند و گفتند تو میدانی که کاووس مغز ندارد، تو دانی که کاووس را مغز نیست، به تندی سخن گفتنش نغز نیست. بجوشد همانگه پشیمان شود، به خوبی ز سر باز پیمان شود. اشاره باز به همان خلق کیکاووسی که گفتم. میگویند که اگر تو از شاه ناراحت هستی، ایرانیان که گناهی ندارند. رستم گفت من از کیکاووس بی نیازم، تخت زین من است و کلا خود تاجم، قبا جوشنم و جانم در کف. چه کاووس پیشم چه یک مشت خاک، چرا دارم از خشم او ترس و باک. سرم کرد سیر و دلم کرد بس، جز از پاک یزدان نترسم ز کس. گودرز باز هم به نرمی با رستم صحبت کرد، به او گفت که جهان پهلوان، ننگ است که این جوان تازه از راه رسیده سهراب بر ما غلبه کند. کنون از مرز ایران هم گذشته، سپاه ایران کم آورده، به تنگ آمده این، نگذار این تاج و گاه از دست برود و ایران زمین از هم بپاشد. رستم گفت من مرزهای بسیاری را در نوردیدم، میدانی که از جنگ فرار نمی کنم. با اینکه شاه قدر مرا نمی داند، اما باز می گردم. ببینیم ماجرای روبرو شدن پدر و پسر، رستم و سهراب، در برنامه آینده. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر.